با عرض سلام خدمت همگی دوستان و همیهنان گرامی در هر کجای دنیا که هستید. آشار وایزر هستم. رسیدیم به 11 جلسه از سلسله مینیمال های تورا و اتخاین. خب در جلسه قبل در جلسه 10 رسیدیم به جلد 2 که 172 پرسش و پاسخ از جلد 2 تلمود سرسفیروت نوشته راو یهودا اشلاگ زیخرونو لیبرا خاطره. بنده الان خاطرم نیست تا پرسش پاسخ چندم رسیدیم، ولی آره فکر میکنم اونو کامل کردیم. بله تا 10 رسیدیم. استاد همیشه یک گام از ما، یک گام که چرس کنم، گام ها از ما جلوتر هستن. و ضمن عرض شالوم خدمت شما استاد ملامد گرانقدر، مخیلا بفرمایید لطفا. شالوم بر همگی، شالوم بر دوستان عزیز. نزدیک میشیم به روش هاشانه و زمانی است، زمانی که عشق و محبت الهیت بیشتر از هر وقت در عرض سال صادق حال یک یک ماست، چون خلقت از روش هاشانه دوباره شروع میشه. رسیدیم به لوح شیلوت لپیروش همیلوت و سوال 10 را گفتیم. سوال 11 4 تا از سوال ها رو میخونم و دوباره برمیگردیم به یک یک. مهو گوف، گوف یعنی تن، بدن. این کالبدی که ما داریم رو بهش میگیم گوف. گوف تقسیم شده به واقعا به دو قسمت. یک قسمت وجود آدم تقسیم شده به در حقیقت 3 قسمت. یک قسمت سرشه، دنیای سر، یه دنیای خودش رو داره. بعد بهش میگیم گوف. از گردن به پایین رو میگیم گوف. گوف هم تقسیم به دو قسمت شده. یک روش گوفه، یعنی خود گوف یه سر داره و یک بدن داره. سر بدن تا ناف آدمه، صف اون آخر گوف از ناف به پایین تا زیر کف پاش. پس موقعی که میگیم گوف راجع به سر صحبت نمی کنیم، الا راجع به تن آدم صحبت می کنیم. این گوفه. مهو گوف، این گوفه چی کار است؟ چرا خداوند یه گوف داد با آدم؟ مهو گلگل، به چی میگیم گلگل؟ گلگل یعنی دایره. به چی میگیم گلگل دایره؟ مهو گر، گر که می نویسیم گیمل رش میشه گیمل ریشونی، یعنی ستای اول، ستا اولین نیروهایی که از 10 نیرو داده شده، ستای اولیش رو میگیم گر. و مهی گشمیوت، گشمیوت یعنی دنیای ماده، دنیای مادیات، دنیای ماندین، دنیایی است که توش 5 احساسات هست. بریم یکی یک اینها رو طبق فرمایش درس رب اشلاگ زیخرونو رو برخا و این رو یاد بگیریم. مهو گوف، مهو گوف، کلی کبله، کلی یعنی ظرف، قدرت، ظرفیت، بهش میگیم کلی. کلی درست شده از کوف لام دیود. دلم میخواد کلیت خصوصیت ها رو بفهم. موقعی که میگیم کلی، یه اسرائیل، نشامه اسرائیل درست شده از نشامه، روح و نفش. نشاماش کوهن، اسم کوهن. موقعی که راجب کوهن صحبت میکنه تورا، راجب نشامه، رتبه نشامه صحبت میکنه. موقعی که راجب روح صحبت میکنه لوی، و موقعی که راجب نفش این نشامه صحبت میکنه بهش میگیم اسرائیل. پس کوف اخاف که کوهنه، لوی لامده، اسرائیل
یود خف لام یود میشه کلی. به این میگیم کلی، یعنی اون نشمایی که قدرت داره، قدرت این رو داره که بتوانه نیروی نوری که از شخینا میاد، از الهیت میاد، در وجود خودش مستقر کنه. به این وجودی که قدرت داره نشاما و روح و نفس خودش رو مستقر کنه در وجودش، به اون میگیم دارایی کلی. این فرد کلی داره. ما موقعی که به دنیا میاییم اول با نفس به دنیا میاییم، با نفس خودمون که توی خون ماست، بعد در سن 13 سالگی بعد از بر میتوا روح به ما ادغام میشه، روح آشکار میشه به کار کردن، و بعد از سن 20 سالگی موقعی که آدم وارد دنیای تورا میشه، در عملیات مسئولیت قبول میکنه، عروسی میکنه، بچه میاره، زحمت میکشه، اون موقع قدرت این رو پیدا میکنه که نشامای خودش رو هم روشن کنه. و کلیت تکامل یک فرد اینی که کلی بسازه، طبق دستور تورا تسولی میشکن و شخنتی به تخم، میشکانی درست کن، یعنی گوفی درست کن، وجودی درست کن، تنی درست کن که ظرفیت این رو باشه، که کلی باشه که بتوانه نشاما و روح نفس الهیت بیشتر و بیشتر درونش مستقر بشه. به این میگیم تیکون، به این میگیم به تکامل رسیدن. اینجاست که را میگوید کلی کبلا، یعنی یک ظرفیتی درست شده، یک کلی درست کرده که بتونه لکبل، بتونه بگیره. چی رو بگیره؟ الهیت، قدرت الهیت رو بگیره، در وجود خودش مستقر کنه. کلی کبلا امتیم، امتیم یعنی امت. من موقعی که میگم من دلم $1,000,000 میخواد، این کلی کبلا نیستش، این خواسته و نیاز منه. خواسته و نیاز فرق داره با درست کردن کلی که کدوشا تقدس بتونه درونش مستقر بشه. چرا میگیم آم سگولا؟ چرا میگیم قومی که سگوله؟ درست شده از سه نقطه. این سه نقطه ها نفس و روح و نشما هستن. تا در وجود انسان نفس و روح و نشماش مستقر نشه، اون آدم نمیتونه به درگاه کدوشا و تقدس برسه. هر کدوم از این نیروها توش کسری باشه و یا پگم تاریکی درش باشه، اون کلی هنوز کلی کامل نیست. کلی مناسبی که بتونیم بهش بگیم کلی کبلا، یعنی کلی که قدرت لکبل، دریافت کردن الهیت و نور الهیت رو بگیره. چرا؟ چون یک نور الهی فقط در دنیایی، در وجودی مستقر میشه که کدوش باشه، سگل باشه، هم توش نفسش ترمیم شده باشه و پاک شده باشه، روحش کدوش شده باشه و نشماش کدش باشه. چون کدش میاد میشه کدوش، کدوش میشه کدوشا. برای همین میگوید کلی کبلاش به کل مدرگاه. کلی کبلا داریم در مدرگاه، در مرحله نفس، در مرحله روح و در مرحله نفس. پس سه ظرف مختلف دا باید درست شه. اول باید ظرف کلی نفس درست شه که قابلیت این رو پیدا کنه که بعد کلی درست کنه برای روح که کودش درونش وارد بشه. واسه اینه میگیم روح کودش. و بعد به این وسیله تکامل روح و نفس قدرت پیدا میکنن که روح و نفس نشاما رو بیشتر در وجود خودشون مستقر کنن. مدرگه همیت پشت میکوخ ارخ و زرش به مثل. حالا درس کلیت امروز ما بسیار مهمه، هم در این کلاس و هم در کلاس دعوت تبرونا. مسخ یاد گرفتیم. مسخ اون قدرت و اراده است که حدی رو مشخص میکنه، یه حدی رو مشخص میکنه، یک ظرفیتی رو مشخص میکنه.
این قدرت مسخه. حالا میگه هم میتپشت، میتپشت یعنی میتابه، یعنی ایلومینیت میکنه، یعنی روشن میکنه. میتپشت میکوخ، کوخ یعنی قدرت ارخوزه. گفتیم بعد اینی که خداوند نکودا امسایی در انصوف گفت من میخوام بیشتر به شکل نور الهیت، نور انصوف باشم، یک مسخی درست کرد، یک ارادهی رو به وجود آورد که گیرنده فقط نباشه. و برای همین اون سهمی که خوب بود خودش بگیره، نوری که باید خودش بگیره، این مسخ روی چیه؟ روی کلی ملخوته، روی کلیه. به کلی میگیم ملخوت. یک کلی که درست شده از این سه قسمتی که گفتیم که کلی کامل میشه، اون کلی رو اسمش میذاریم ملخوت، یعنی کسی که نفش و روح و نشامای خودش رو مستقر کرده، ملخه، پادشاه خودشه، پادشاه وجود خودشه. واسه این اولین کاری که این مسخ میکنه، همینجور که تعریف کردیم، ارخوزر درست میکنه. گفتیم بعد از سیمسوم الف تنها رایی که میشه دریافت کرد کلی کبالا درست کرد به وسیله درست کردن ارخوزره. ارخوزر یعنی اون سهمیهی که من باید دریافت کنم، سهم نوریست که خداوند برای من فرستاده رو، من اون نور رو نمیگیرم و مسبب میشم که این نور برگرده. این مسخ همیشه توی پ. ما سن گفتیم سه قسمت داریم، رشد داریم، تخ داریم، صف. این لازمه که این درس رو تکرار کنیم و خوب بفهمیم. رشد آدم یه ملخوتی داره، یه کلی داره. قسمت بالای بدن آدم تا ناف آدم هم که ناف یه ملخوت دیگه است، اونم یه ملخوته. کف پای آدم که روش وای میسه، زمینی که روش وای میسه، تای آدم به اصطلاح، اک به آدم هم چیه؟ ملخوت سومه. پس یه ملخوت روش داریم، یه ملخوت گوف داریم تا ناف، یه ملخوت هم داریم مال صوفه. ملخوتی که توی روشه بهش میگیم ملخوت همیزدوگه، یعنی زیووگ اینجا انجام میشه. زیووگ یعنی برخورد نور با کلی. نوری که اول میاد تو سر آدم، از بالا به پایین، یک خطیست، یک نور خسدیست که از بالا میاد و اینجاست که یه فکری تو کله آدم روشن میشه. این و این فکر مسبب میشه که یک خواستهی در وجود آدم بیدار بشه. چرا میگیم اون موقع تعمق کن، عکس العمل نشون نده، فکری که آمد تو کله قشنگ بجو بفهم، اول بجوش ببین آیا این فکر چه خصوصیتی داره؟ برای اینی که ارخوزر توی روش اتفاق میفته. چگونه من یه فکری رو میگیرم؟ 75,000 فکر در روز در وجود آدم وارد میشه. یه فکرایی رو میگیرم، یه فکرایی رو نمیگیرم. اون فکری که میگیرم به خاطر اینکه یه ارخوزر درست کردم. حالا سر آدم درست شده از 4 مرحله. سر آدم درست شده مثل اسم الهیت، همینجوری که گرفتیم، یه خخمایی هست، یک بینایی هست، یک دعتی هست که بتونه یک حرفی رو، یک کلی را دهن در بیاره. چون دهن ملخوت سر آدمه، ملخوت سر آدمه. برای این خداوند 32 تا دندون گذاشته که آدم باز نکنه اگه حرفی میخواد بزنه. 2 تا لب به هم داده که لبش رو ببنده، فقط باز کنه موقعی که میخواد حرف امت از این دهن در بیاد. اگر امت از این حرف در نیاد، کلی اشتباه درست کرده، حرف اشتباه زده. واسه این لاشان هر یکی از گناهای کبیره یک آدمه. چون اولین ملخوتی که زیووب میکنه، زوجیت پیدا میکنه با نور الهیت، فکر الهیت، این ملخوت است.
این ملخوطه خودش 10 تا سفیروت داره، خودش کتره، 10 تا سفیروتش ملخوط این ملخوطه نافه. به این نافه میگیم ملخوط همسیمت، یعنی ملخوطی که ملخوط ملخوطه، این ملخوط کتره و ناف ملخوط ملخوطه، چون هر ملخوطی هر کلی درست شده از 10 تا سفیروت. پس بین این ملخوط پ و ملخوط ناف که بهش میگیم ملخوط همه سیمت، یعنی سیوم میکنه، میگه اینجا آخرشه و واسه همین موقعی که هرچی از بالا میاد میاد تا کجا؟ تا ناف دیگه. بعد از این عملیات دنیای پایین دنیای دیگریه. و یه ملخوطه که اون ملخوط آخری رو میگیم صف، آخری صف، ملخوط صف، صفیت، چون این ملخوط هم 10 تا سفیروت داره. پس ملخوط صفی ملخوط ملخوطه. اونجاست که کلی گام کلی کجا درست میشه؟ موقعی که این ملخوطه، ملخوطی که توی نافه، این با درست کردن زیوگ دعکا، همینجوری که صحبت کردیم، با برخورد نوری که از سر میاد بعد میره توی بند، یواش 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 زخ میشه. این رو همه رو یاد گرفتیم تا اینکه دوباره این ملخوطی که زخ شده آمده دوباره برمیگرده با این ملخوط، بعد یک کلی درست شده. حالا این رو بیشتر توضیح بدیم، برگردیم. کلی کبله امیتین، کلی که بهش میگیم کلی کبله، ظرفیت گرفتن حقیقی امه شبه کل مدرگه هم میتپشتی میکوخ ارخوزر شبه مثل. پس توی روش یه ارخوزری درست میکنیم. حالا این مسخه 4 تا مرحله داره، گفتیم 4 تا اسم خداوند یود هی واب هی تو روش آدمه، تو سر آدمه، 4 مرحله داره، 4 فاز داره. یعنی اول نور میاد، میاد تو خخمای من، تو عقل من. بعد از این که اومد توی عقل من، میاد توی فهم سر من. بعد از این که سر من اومد، این عقل و فهم تولید یک دانایی میکنه، فورا من رو به یک دانایی که تجربه کردم میرسونن، که بعد از اینی که به اون تعمق کردم و اون دانایی رو جویا شدم، اون موقع این حرف از دهن من در بیاد. پس 4 تا فاز داره. فاز اولی خخماست، نور میاد توی خخما، فکر میاد تو کله من، من جلوی هیچ فکری رو نمیتونم بگیرم. بعد این فکر تبدیل میشه به یک فهم، بعد این فهمه من رو میاره میرسونه به یک دانایی. در این مورد که این نور از فاز اول که خخماست، فاز دوم که بیناست، فاز سوم که دعتیست که من در عقل خودم نگه داشتم و فهمیدم که یک همچین فکری، یک همچین فهمی با ختم میشه به یک دانایی، بعد میرسه اینی که من یه حرف رو بزنم، برمیرسه به ملخوط پ. ملخوط پ روش مسخه، این حرف رو چکار میکنه؟ نوره رو نمیگیره، پس میزنه. موقعی که این نوره که بعد بره به ملخوط بیاد حرف بیرون، عوضی که بیاد بیرون بر میگرده لیبوش درست میکنه، به این میگیم ارخوزر. این ارخوزره نوره بر میگرده اون خخمایه، اون بیناه، اون دعتی که تو کله من آشکار شده، چون اونا نور، اونا اومدن، اونا نور گرفتن. چی نور نگرفته؟ هنوز کلیه درست نشده. چرا؟ چون کلی که ملخوطی که توی روشه پتانسیاله، یعنی کوخه، فقط یه قدرت پتانسیاله، کلی نیستش. تو کله آدم کلی درست نمیشه. فکر ممکنه به تکامل برسه، فهم، عقل، شعور به تکامل برسه که یک دانایی آشکار بشه، یک دانایی امت که بعد اون امت از دهن من بیاد بیرون. این سه فاز اولی نور رو میگیرم، فاز چهارمی که ملخوط ارخوزر درست میکنه. پس ملخوطی که قدرت داره، که چون روی ملخوط، روی اون ظرفیت هست که باید اراده باشه، مسخ باشه
که ارخ و زر درست کنه. چون تو این دنیایی که هستیم ارخ و زر درست نمیشه مگر اینکه من جلوگیری کنم از عکس العمل نشون دادم. واسه اینه میگم عکس العمل نشون نده، پرو اکتیو باش، یعنی تعمق کن، فکر کن، جویایی کن، تو قلبت ببر. میگه ببرم تو قلبم؟ من اینو تو سرم گرفتم، نمیتونم تو سرم کامل کنم. میگه نه، کلی کجا درست میشه؟ توی گوف، نه توی روش. پتانسیال توی روش درست میشه، توی سر، ولی کلی همیشه توی گوف درست میشه. حالا راو اینجور میگه کلی کبلا ها امتیت شه به کل مدرگه همی پشتت می کوخ ارخوزر شه به مسخ. فقط اون مسخی که هست یه ارخوزر درست میکنه و میمنو لمتا، میمنو و لمتا، یعنی از این ملخوته که یه پتانسیالی رو دریافت کرد، یه فکری رو دریافت کرد، یه فهمی رو دریافت کرد، یک دانایی آمد به خاطرش و این پتانسیاله. میگه از اینجا به پایین، یعنی اینی که قورتش میده این فکر رو بیرون نمیاره، این فکر رو قورت میده، از گلوش رد میکنه، میاره توی قلبش، میاره توی بدنش. واسه اینه میگوید چه به مسخ میمنو ول مهتا، از او به پایین نیکرا گوف. پس از این گلو به پایین رو بهش میگیم گوف. حمد رگلیوتم کدمیم می ها اوروت لأفکه ها اوروت همیت پشتیم لزیوک دهکا اد مسخ شهم کدمیم لکیلی. دیگه موقعی که این نوره میاد میره تا کجا؟ بعد بیا تا ملخوت مسیم که بهش میگیم تبور، که بهش میگیم ناف. این رفت تا دای دلم، چون ته دل من کجاست؟ ناف من. میاد تا اونجا، اول نوره اوله میاد، یه دفعه این مسخی که توی پروده این همون مسخ، چون این ملخوته، ملخوت هم تبوره. این فکره رو ده جور من چکار میکنم؟ ده تا عمق این فکره، هر فکری ده عمق داره. یاد خواهیم گرفتیم درس راز روش هاشاناست، هر فکری ده تا عمق داره. پس برای اینکه یک فکری رو کاملا به فرجام برسونم، به تکامل برسونم که کلی امتی درست کنه، باید ده عمق رو در این وجود نگاه کنم. حالا برگردیم به مسخ. گفتیم مسخ چهار تا مرحله داره. عالی ترین مرحلهش که ذوق و شوق و هشتوک کوت، یعنی اون ظرفیتی دارم که میخوام، حد اعلای اشتیاق دارم که این فکر رو به حد اعلا بفهمم، به این میگیم بخینه دلت. هرچی خواسته من بیشتر باشه که بالاترین خواسته رو بهش رتبه بخینه دلت میدی. دلت یعنی چهارمی. از همه قدرت خواستش بیشتره، خواسته گرفتنش بیشتره، ذوق و شوق اینی که این فکر رو به تکامل برسونه بیشتره، با اون میگیم بخینه دلت. هر چی ظرفیت خواسته من بیشتر باشه، یعنی بخینه دلت باشه، ارخوزری که درست میکنم ارتفاعش بیشتره. هرچی ارتفاع بیشتر باشه، ارتفاعش تا کجا میتونه بره؟ ارتفاعش بالاترین جایی که میتونه اینه که بره به کتر برسه، به گگ برسه. هفته پیش صحبت کردیم گگ، گگ یعنی کتر. پس بخینه دلت ارخوزرش میرسه تا کجا؟ تا کتر. کتر همیشه میتونه وصف بشه به انسوف، فقط کتر که میتونه وصف بشه به انسوف. موقعی که کتر درست شد، کلیه کتر درست شد، یعنی موقعی که من یه ارخوزر درست کردم رفت تا کتر، به این وسیله میتونم در گوف خود موقعی که مینا اوبا میکنم، یعنی این دهتا نوری که گرفتم، چرا؟
چون یه نور میاد میره اول تو خخمه، بعد میره تو بینا، بعد میره توی زیرمپین که 6 تا میشه 9 تا نور، بعد یه نوره که بعد بره توی ملخوت که دهمیه، 10 تا نوره. گفتیم اینجاست که یه ارخوزر درست شد. پس نور دهمی که باید بره تو ملخوت ارخوزر میشه، لیبوش درست میکنه و پتانسیالی یک اوریاشاری رو میگیره، یک خخمایی رو میگیره، یک بینایی رو میگیره، یک نیروی زئیرمپین یعنی یک خسد و گبوراوتی فرت و نتسخ و هده یسود شیشتای دیگه نیروی رو میگیره در این اوریاشاره هست و این ارخوزره چکار میکنه؟ درست میکنه لیبوش برای این نوره. این نوره الان پتانسیاله. این خخمایی که من گرفتم هنوز تبدیل به شعور نشده، این فهمی که الان توی سر من هست هنوز درکی درش نیست. اون خسد و گبورا و تیفرد و نتسخ و هد و یسودی که گرفتم هنوز به تکامل نرسیده، یک پتانسیاله. پس تو روش ما یه پتانسیالی رو دریافت میکنیم، یه نور رو میگیریم که درست شده از 10 تا نور، ولی یک کدام از این نورها که تعلق داره به ملخوت، به کلی، چون هر کدام یه سهمیهی دارن دیگه، کتر یه سهمیهی داره، خخما یه سهمیهی داره، خسد، گبوراتی، فرد، نسخود، یه سود، یک سهمیهی تا به ملخوت، ملخوت عوض اینی که بگیره برای خودش و خود را اجرا کنه، یه ارخوزر درست میکنه. این ارخوزره یک لیبوش میشه برای 9 تا نور دیگه. میناوبا یعنی این پتانسیال من میارم الان توی وجودم، توی قلبم، توی بدنم، توی تنم، ببینم این تن چی میگه. چون توی روش منطقه احساسات نیست و فکری که توش احساسات نیست فکر کامل نیست. ممکنه هیگایون باشه، موقعی فکری باشه که قابل فهمه، میفهمیم، ولی هنوز ظرفیتیس پتانسیال کامل نیست. اگر از بدین این صدا یه چند دقیقه دیگه تمام میشه. بله بله بفرمایید بفرمایید. اینجاست که میگه مینا اوبا میکنه، یعنی این فکری تو کلس میاریم رجوع میکنیم تو این تن، ببینیم این تن چی میگه. موقعی که مینا اوبا میکنیم 9 تا اوریاشار میاد پایین، یعنی کتر، خخمه، بینا، زئیرمپین میاد پایین. این موقعی است که مسخ بخینه دلته، بزرگترین مسخ رو داره، بزرگترین ابیوت رو داره. ابیوت یعنی بار، اون ظرفیتی که من واقعا ظرفیت چی خواسته ای که دارم. حسین میگوید میمن رو لمتا، از بالا میاریم پایین. بدن باید 10 عمق نگاه کنه رو این فکر، همجور که یاد خواهیم گرفت تو ساعتهای آینده. هر فکری 10 عمق داره. عمق به عبری میشه عمق. عمق یعنی عمیق، یعنی عمق. هر فکری درست شده از 10 عمق. پس من باید به 10 عمق فکر کنم تا این فکر به تکامل برسه. مثل چاه کندن عمق داره. اول فکر دوره. حسین میگه عکس‌العمل نشون نده به هر فکری، تعمق کن. یعنی چی؟ برو توی فکر، عمق فکر رو ببین، در 10 مرحله نگاه کن. موقعی که به 10 مرحله نگاه کردی به این میگیم 18 خطوط مسح. اون موقع اون ظرفیت رو از پتانسیال آوردی به اکچوال، یعنی به واقعیت. تا من 10 عمق هر فکری رو واقعا نبینم، چشم بصیرت پیدا نکردم. برای پیدا کردن چشم بصیرت
و دید حقیقی و امتی، چون میگه کلی امت درست کن. کلی امت اینی که 10 تا عمق داشته باشه. با غیر ممکنه یک فکر کامل باشه اگر به 10 عمق این فکر نظر ننداخته باشه. و سینه میگوید لمتا نکرا گوف، میری میذاریش توی گوف. همدرگا لیوتم کدمیم میاروت، میگه اینجاست که میاد اول اوروت، بعدش میاد اینجا شروع میکنه مدرگا به مدرگا، مرحله به مرحله این تعمق انجام میشه تا اینکه زخم میشه دیگه، مسخ دیگه به زخم میشه، یعنی بخنه دلت زخم میشه. موقعی که بخنه دلت زخم میشه یک آبیوت دیگری میاره به اسم بخنه گیمه. ارخوزر بخنه گیمه تا کجا میره؟ تا خخمه، نمیره تا کتر. این رو هم یاد میگیریم، را به ما یاد داده. بعد داریم بخنت بت، بخنت بت میره ارخوزرش فقط تا بینا. بخنت بت کسری خخمه و کتر داره. بعد بخنت الف، بخنت الف که ضعیفترین قدرت هشتوک کوت یا خواسته یا زو یا شب یا قدرت گرفتن داره. ارخوزرش تا کجا میره؟ فقط تا زیرمپین، یعنی تا خسد. ولی خسد و گبورا و تیفر در نسخ هود و یسود رو میگیره. بعد که الف هم زاغ میشه دیگه آویود نیست. آویود که نباشه زیوگ، چه زیوگی میتونه انجام بشه؟ دیگه نمیتونه زیوگ. موقعی که هشتوکوت خواسته نباشه، ذوقی نباشه، دیگه گیرایی نیست، دیگه ارخوزر درست نمیشه. به اون میگیم درگاه ملخوت. حالا اول ملخوت شروع میشه بخینه دلت موقعی که توی پس. بعد از اینکه په زاخ شد، کلی درست کرد، یعنی په ارخوزر کتر رو میکنه، بعد میناوبا میکنه، کلیه کتر رو درست میکنه توی گوفش با تعمق کردن 10 تا مرحله. بعد که بر میگرده این ملخوت مسیم، بر میگرده تو ملخوت مسیم یکی میشن، چون زخم میشه. چون موقعی که این ارخوزر درست کرد بخنه دلت بود، اون قدرت رو استفاده کرد که بخنه دلت. الان چه آبیوتی داره؟ په آبیوت گیمه، آبیوت گیمل ارخوزر درست میکنه تا خخمه. بعدش که کلیه خخمه رو درست کرد، میاد کلیه زیرمپین رو درست میکنه، بینا رو درست میکنه که آبیوت بته، بت میره تا بینا. بعد که بینا رفت، بعد میاد زیرمپین، بعد شورش. اول ملخوت دلت، مسخ بخینه دلت پس، مسخ بخینه گیمل عفه بینیه، مسخ بخینت بت بینا اوزنه، مسخ بخینت الف انعیمه. یعنی موقعی که این ملخوته که کلیه، اول تو پس، کلی تو پس، بعد میاد توی آف، بعد میاد توی اوزن، بعد میاد تو انعیم. به انعیم میگیم ملخوت علاله انعیم، نکبه انعیم، یعنی ملخوت میشه نکوای انعیم. اینجاست که میگیم ملخوت علال بینا و بعد لخخمه. موقعی که ملخوت میره به مسخ، یعنی به کتر، یعنی موقعی که زخ میشه، اینجاست که تفیلین میذاریم. این موقعی است که ملخوت علال کتر. این در این موقع ملخوت علل کتر و اینجاست که تفیلین رو میذاریم. پس میبینیم 4 مرحله باید طی بشه تا اینکه کلی کبلای امتی درست بشه. با مسخ بخینت عویود دلت کلی کتر درست میکنیم، بعد کلی خخمه رو درست میکنیم، بعد کلی بینا رو درست میکنیم، بعد کلی زیرمپین که دعت درست میکنیم، اون موقع میتونیم کلی کبلا رو کامل کنیم که بهش میگیم ملخوت.
در ابتدا پتانسیاله، ولی در گوفه که این کلیک کامل میشه. موقعی که من میگویم به 10 مرحله باید تعمق کرد، یعنی کلی درست بشه برای خخما، برای بینا، برای خسد، برای گبورا، برای تیفرت، نتسه خود، یسود به ملخود. موقعی که این کلی 10 تا تعمق درست شد، 10 تا عمق کامل شد، این کلی که صحبت میکنیم به اسم کلی کابالا، به اسم کلی امتی، این کلی که امته و قدرت لکبل نیرو رو داره، این موقعی است که 10 عمق پی شده. یعنی ما انقدر باید بریم عمیق تا برسیم به مثل چاه کندن. حسین، ابراهام، اسحاق، یعقوب، هر کدومشون 7 تا چاه کندن و تسلط پیدا کردن روی 10 تا چاه. چاه که بهش میگیم بئر، بئر منظور اینه که چاه بکنه برسه به چی؟ به آب برسه. آب توی کابالای یعنی تورا. پس باید تعمق کنم به اون قدری که بفهمم این فکر از دید تورا چه موقعی به آب رسیده، چه موقع این فکر من از نظر خخما، بینا، خسه، گبورا، تیفرت، نتسه، خود، یسود، این نقطا باید کلی باشه که بتونه کلی ملخوت رو بسازه، چون ملخوت آخر درست میشه. اون کلی ملخوت کلی امتیه. לאופקיה אורות המתפשטים זיווג דעקה על המסך שהם קודמים לקהילים. יעניין כי קבל הזינג כלי דרוס שביד יהיה פוטנשיאל ידעודה ושבבדן, בדן תבקי יהיה פרוססי זיווג דעקה בקונה, יעני אבל כלי חוכמה בסזה, כלי בינה בסזה, כלי דעת בסזה, והמורי כאין כעמל שוד, اون موقع کلی عمتی درست میشه. واسه اینی میگه کلی توی گوف درست میشه، نه توی روش. تو روش یه فکری رو میگیریم که یه پتانسیاله و به خاطر اون اراده، اون هشتوک کود، اون خواستهی که داریم، اون علاقهی که داریم، اون ظرفیتی که داریم برای گرفتن، براش کلی باید درست کنیم توی گوف. آمین. ماهو گلگل. به چی میگین گلگل؟ گلگل یعنی دایره. سفیروت بی ایگولین یعنی نیروهایی که ظرفشون ایگوله، دایره است، خطی نیست، نقطه‌ای نیست، الا دایره است. این ایگولی ما از کجا میان؟ از این صبح که ایلیم انصف ایگولم گلگلم میاد. میخونیم به شم گلگلیم لیهیوت آرات مید اگلیم با. میگه تو این سفیروتی که ایگولن دایرن، موقعی که نور میاد تبدیل میشه به دایره. نوره که میاد نور کابه، یه خطه، مثل لیزه، یه خطیه. ولی موقعی که میاد توی کلی ایگول، گلگل، دایره میشه. موقعی که یه فکر میاد، فکرت کله من میاد به وسیله یه خطیه به اسم اورخسه، میاد توی کله من، تو فکر من، خطیه. ولی دقیقه که میاد توی کله من، دایره‌ای میشه. واسه اینه این کله آدم، مخ آدم گرده، چش آدم گرده، بینی سوراخش گرده، دهن گرده، گوش گرده. اینجا دنیای گلگلاست. پس هر چی نوری که میاد توش گلگله. توجه کنید چرا راب این درس رو داره به ما میده. گلگلیم لیوتم اورات میدگلیم با هم کلومرش ای افشار لحکیر با هم زخوت و اویوت. ای افشار غیر ممکنه لحکیر آشنایی داشته باشیم، بفهمیم و هم زخوت چقدر زاخ هستش، چقدر تسکیه و پاکه،
چقدر زخوت توشه، چیه عاملش، چیه منظورش، چیه هدفش، چیه به چه جهتی باید این فکر کشیده بشه و عویود و ظرفیتش چقدره. ما موقعی که یه فکر میاد تو کلمون نمیدونیم این فکر تا کجا میتونه مؤثر باشه، چه نتایجی میشه ازش گرفت، از این فکر چه اختراعهایی میشه کرد، چه کارهای مثبت میشه کرد، چه وسائلی میشه درست شد از یه فکر. همه چی از یه فکر. برای همین میگه ای افشار لحکی، امکان پذیر نیست که بدونیم ظرفیت و پاکی و هدف این فکر چیه. این موقعیست که میاد توی گلگل، میاد توی سر، چون تو سر آویود نیست. آویود هست اون اراده است که من میذارم. من باید اراده کنم از 32 دندونم استفاده کنم، از لبام استفاده کنم، ببندم، حرف نزنم تا اینکه رجوع کنم به بدنم، تعمق کنم 10 تا عمق. عمق میشه عمق، همون حروف عبری عمق، عین، مم، واو، کوف، همون قوفه. شه عمیق، عمق. برای همینه موقعی که نگاه کنیم به عمق، عین میشه 70، مم میشه 40، واو میشه 6، کوف میشه 100. جمع بزنیم میشه 216. 216 یعنی گبورا. گبورا چیه؟ گبورا strength، قدرت. قدرت، قدرت چی؟ قدرت ارضا کردن خواسته. هر خواسته یک گبورا داره، یک قانونی داره، یک دینی داره. هیچ خواسته ای نمیتونه پر بشه مگر اینکه اون دینی که براش گذاشته، اون قانونی که خدا براش گذاشته اجرا بشه. این گبورا هستش که موقعی که دین رو به اجرا برسونه کلی درست کرده. دینی که به تکامل برسه و نشسته بشه و تصیح بشه، درست بشه، گبورات رو کی درست کرد؟ کی کامل کرد؟ اسحاق. چگونه اسحاق قدرت خودش استفاده کرد برای درست کردن کلی؟ با اینی که سرش گذاشت روی مذبح. به این میگیم عقیدت اسحاق. یعنی چی این حرف؟ موقعی که تعمق میکنیم، گفتیم مثل کندن چاهه که به آب برسیم، یعنی به تورا. پس 10 مرحله باید نگاه کنیم که تورا در مورد یک فکری که میخواییم به تکامل برسونیم چی میگه. اون موقع اون فکر امت ظاهر میشه. گلگل سفیره دهی گل میخونیم به شم گلگلیم، لیوتام اروت حمید گلیم باهم. اروت گلگل ظاهر میشن تو سر آدم، یه فکری ظاهر میشه کلمه شیی افشار لعکیر باهم زخوت و عویوت. که این فکر هنوز هیچی در بارتش، اینی که چه پاکی داره، چه هدفی داره، چه منظوری داره، چه استفاده کاملی میشه ازش برد، مشخص نیست، چون در اونجا فقط پتانسیاله. سوال 13 مهو گر. به چی میگیم گیمل ریشونی گر؟ رفتوزی میدن هن اورد شکدمول کلی. سه نوری که قبل از اینی که کلی درست بشه میاد. ما همیشه هم فکر میکنیم این سه تا نوره یه کاملیتی رو نشون میده. قبل از اینی که کلی باشه نور میاد.
اول فکر میاد، ولی تو فکر هیچ دنیایی درست نمیشه. با فکر کردن من به هیچ جا نمیرسم. با فکر کردن هیچ آب از آب تکون نمیخوره. پس باید بیارمش تو دنیای تن که دنیای عمله. برای همینه میگوید و دنیای تنه که کیلین درست میکنه. پس فکر باید بیاد توی دنیای عمل تا اینکه بتونه شکل و شمایل پیدا کنه. هن اوروچ کدمول کیلین. میگه اون ستا نوری که قبل از کلی درست شده چیه؟ یه خخماییست، یه بیناییست، یه خسد و گورا و نتخود و یه سودیست، یعنی یه زیرمپی نیست، یه خصوصیت هاییست که اینها قبل از اینی که بیاد کلی درست بشه اول میاد. یعنی قبل از کلی اول یه عقلی میاد، یه فهمی میاد که یک دانایی رو نمایان کنه. یعنی عقله کسرش چیه؟ شعورشه. عقل بی شعور بی فایده است. فهمه چیه؟ فهمه هست، میفهمم، فکر رو میفهمم، ولی چی نداره؟ درک توش نداره. خسد و گبورا و تیفرت و نتسخ و هد و یسود، شش تا نیروی دیگه هم گرفتم، ولی نه فقط پتانسیال، عملا هنوز خسد توش نیست، گبورا توش نیست. نیروهایی که باید آشکار کنه این نیست. واسه اینه میگه اوروچ کدمول کیلی، نورهایی که میاد قبل از اینی که کلی درست شه. همه لو بشین به ارخوزه که گفتیم این ارخوزره که میاد چی میگیره؟ این سه تا نوره رو میگیره. ارخوزره بیخینه دلت، سهمیه یه ظرفیت دلت، سه تا نور میگیره. کتر، خخمه، بینا. کتر و زیرمپین با هم یکی هست، چون کتر که به وسیله زیرمپین تبدیل به دعت میشه، ولی اول زیرمپین، اول صورت کوچیکه، بعد باید تبدیل بشه به دعت. پس اینجا میگوید هن اوروچ کدمول کیلی، اینها نورای هستن گیمل ریشونین که کتر خخما بینا یا خخما بینا دعت، این از گیمر ریشونی من، چون دقیقه که عقلی میاد یه بینایی میاد من فکر میکنم همه چیزو میدونم، کافیه عقل و فهمشو دارم، فکر میکنم داناییشو تجربه شدارم، دور از حقیقت. این فکر دور از حقیقته. و هن اراد چه کدمول کیلی، هم ملو بشیم به ارخوزه که یه ارخوزه ری اومده درست شده دکتوزه، اینا رو پتانسیالی گرفته. شلهم می مسخ ممنو و لمالا، که از این مسخه به بالا من دریافت کردم. اگر ابیوت اون ظرفیت من دلت بوده، ارخوزه رفته تا کتر، اگر گیمل بوده رفته تا خخما، اگر بد بوده رفته تا بینا، اگر الف بوده رفته تا زیرمپی. بعدش هم که دیگه بعد از الف ابیوت شورشه، ابیوت صفره، ابیوت نداره، ارخوزر دیگه نمیتونی درست کنه. پس میگوید گیمل ریشونی دهینو گیمل سفیرود ریشونو کتر خخمه بینا اوشه میخونیم روش شلپاسوف. به این میگیم روش. پس گیمل ریشونیم کتر خخمه بینا یا خخمه بینا دعت توی کوی کجاست؟ توی روش، توی سر. و سرم فقط یه پتانسیاله. سوال 14 مهی گشمیوت، گشمیوت عبری گشم یعنی بارون. بارون چه موقع میاد؟ از بالا به پایین. میگه چجوری این از بالا به پایین اومد این بارونه؟ میگه بخار شد از زمین به بالا، تا بخار از زمین بلند نشه بارونی از بالا به پایین نمیاد. حالا گشمیوت که از لغت گشم درست شده یعنی دنیای مادیات،
دنیای ماده، دنیایی که قدرت حس توش هست، پنج حس توشه، گشمی و بشمی، کل همه دومه همو خش به خمیشه خوشی. هر ماده که پنج حس توش هست او شد توفس، یا اینکه توفس یعنی دریافت میکنه، میگیره. وای که این ارخوزه رو درست میشه، توفس لیبوش درست میکنه، میگیره. توفس مکان و زمان. هیچ چیزی در این دنیا وجود نداره که پنج حس شامل حالشه و مکانش مشخصه و زمانش. همه چی، هر چی وجود داره مکان و زمان داره. همه چی تو این دنیا خلق شده مکان براش مشخص شده و زمان. زمان و مکان هستن که دنیای گشمیوت رو تعریف میکنه. پس برای اینکه دنیای ماندین، دنیای مادیات رو تعریف کنیم، احتیاج به پنج خوش داریم، احتیاج به پنج حس داریم که زمان و مکان اون وجود رو تشخیص بده. مخونه بشن گشمیوت، اون موقع بهش میگیم گشمیوت. برای همینه یه زمان داره که ما دعا میخونیم برای تل شمیم که شبنم بیاد. یه زمانیست که میخونیم مرید گشم که گشم بیاد. پس برای هر وجودی، هر واقعیتی زمان و مکان لازم و ملزومه. پوزده هم درخ عبره. جا خیلی باید مواظب باشی. عبره یعنی گناه، ولی عبره یعنی جایی که عبور انجام میشه، عبور میکنه یک چیزی. آب از یک لوله عبور میکنه، به این میگیم، به این لوله میگیم عبر. الان توی سلیخوت تا یوم کیپور هر روز میگیم وی عبور ادونای الپنا وی کرا ادونای ادونای وی عبور اوور. پس رب میخواد توضیح بده درخ، وقت درخ راه. موقعی که خداوند آمد آورد اسرائیل از مصر بیرون، آوردشون لب دریا، بعد از اینکه اسرائیل آمادگی اینو پیدا کرد که پاشو بذاره دریا، از این دریا رد شه به خاطر که از دشمن فرار کنه، مخصوصا میگم چون جزء درسمونه این دریا که باز شد، خداوند 12 راه باز کرد. هر شبتی راه خودشو داشت، به این میگیم درخ. درخ هاوور یعنی راهیست که باید این راه رو برم. هر نقطه‌ای، هر منظوری، هر هدفی یک راهی داره. راه مختص به خود، مکان و زمان خودش رو داره. هر راهی مکان و زمان، اگر راه دیگری رو انتخاب کنم به اون نتیجه صحیحی که خداوند در آن منظور کرده در اون زمان و مکان به دست بیارم، نمیارم. پس راه من، انتخاب راه زندگی مهمه. درسته که من مختارم و میتونم انتخاب بکنم چه راه زندگی رو انتخاب کنم، ولی خداوند که راه حقیقت رو به من نشون میده. وقت درخ خیلی مهمه، چون درخ درست شده از دو تا یبک، معبر یبک. موقعی که یعقوب و وینو میخواست از لخوت لارس، یعنی بیرون از ارس اسرائیل، وارد ارس اسرائیل بشه، از معبر یبوک رد شد.
یاد خواهیم گرفت بزرگش. به این میگیم معبر. پس یک راه به خصوصی رو بهش میگیم درخ معبر. ها اوور. درخ اوور. راب اینجور توضیح میدن. ها اورا تنیم شخیم انصف برخو. این راهه از کجا میاد؟ از انصف. کی بهتر از من بلده؟ کی بهتر از انصف بلده؟ من بهتر بلدم یا انصف که راه زندگی من چگونه باید باشه؟ واسه اینه میگه درخ ها اوه ها اوروت نورهایی هستن هنیم شخین که ادامه داده میشن کشیده میشن می انصف بروخو که از انصف بروخو میاد الح سفیره ها تختونو میاد تا دنیای پایین تو سفیروت نیروهای پایین. این نیروهایی که ما میگیریم به اسم سفیروت اون نیروی درخ و عبور این درخه که از انصف برای ما فرستاده میشه که بتوانیم این راه رو سهل کنیم. هست سفیروت تختونات همه عبوریم به هخرخ درخ هست سفیروت علیانات. از انصف که مستقیم نمیاد به من برسه، از خدا تا دنیاها باید بگذره تا برسه به من. به این میگیم درخ اوور. یه راهی رو باید طی کنه تا برسه به من، چون طی این راه راه زندگی من رو مشخص میکنه. همین جوری که از انصاف میاد تا به من برسه، راه زندگی این راهی که باید برم رو مشخص میکنه با آمدن از دنیا به یک دنیا. من فکر نکنید دنیای ما فقط این دنیای خاکیه، دنیای گشمیوت. این دنیای گشمیوت فقط یک نقطه اینی که تجربه بشه تمام دنیاهای بالا، چون اون دنیاهای بالا هستن که مسبب میشن من نیروی در دنیای پایین در دنیای گشمیوت دریافت کنه. پس میگوید به اخرخ درخ سفیروت علیونو و میتوخش این هر روخانیوت در میمکومو میمکوماله. واسه نوری که از بالا میاد به پایین این ادر به روخانیوت، یعنی دنیای روحانیت هیچ حیف و میلی نمیشه. اگر یک نیروی از یک نقطه شروع شد، اگر از انصف نیروی آمد که به من داده بشه، از انصف نوری کم نمیشه. اگر من شمع یه آدم دیگری رو روشن کنم، از نور شمع من چیزی کم نمیشه. برای همینه میگیم این ادر به روحانی. واسه اینه میگه از این نوری که از نقطهی که شروع شد، از اون نقطه چی کسر نمیشه. به هیوتو اوور لمکم بت تا اینکه برسه به نقطه بعدی. الا میشار کیم، همیشه بقا خواهد داشت از نقطه‌ای که شروع شده، هم تو نقطه‌ای که شروع شده هم به نقطه دومی که رسیده. در هر دو تا مکان این نور بقا داره، بگم به مکان الف و به مکان ب. الکن آنو مفخینیم به کل سفیره بد مینه اورا. برای همینه هر سفیرای تو هر نیروی هم از کتر تا ملخوت اوروت شل بخینت اتمام، یه نوری هست که ماهیت اصلیت خودش رو داره، یعنی اینکه از انصف اومده، هنوز نیروی انصف درونش، انصف هنوز همون انصف عوض نشده. و اوروت همیشه رود به هم درخ معبر، ولی نیرو که میاد از جایی که از راهی که گذشته، از هر راهی که میذاره، از هر نقطه‌ای که میذاره، هر نقطه‌ای روش یه تأثیری میذاره. ماهیتش هنوز انصافه، منتها موقعی که میره توی خخما، میره توی بینا، بعد میره توی خسد، گبوراتی، فرد، نتصح، خود، یسود، هر کدوم این نقطه ها یه تأثیری روی این نوره میذاره، منتها اصلیت و ماهیتش در هیچ کدوم اینها عوض نمیشه. موقعی که از انصاف میاد توی خخما،
خخما یه شکلی بهش میده، ولی ماهیت این خخما انصافه. میاد تو بینا، بینا هم یه شکل و فرمی به این عقل میده، این فهم یه به عقل لباس فهم، لباس عقله. فهمه که یک لباس درست میکنه این که این عقل بتونه خودش نشون بده. عقل خودش تو فهم نشون میده، فهم خودش رو توی درک نشون میده، درک خودش رو توی خسد من، گبورای من، تیفرت من، نسخ من، عود من، یسود من، و در این لباس ها خودش رو نشون میده. ولی ماهیت انصف تو همه اینا یکیست، انصفه تا لباس های مختلف پوشیده. هرچی که از بالا میاد پایین باید تقبل کنه. من نمیتونم جلوی اون فکری که میاد توی عقل من جلوشو بگیرم. میتونم تنظیم کنم چه نوع فکرهایی بیاد توی کله من، ولی جلوی فکر رو نمیتونم بگیرم. و اون فکری که میاد به من میرسه از درگاه های مختلف میره، لباس های مختلف لازم و ملزوم رو میپوشه، ولی ماهیت همون ماهیته، تا اینکه به من برسه که من بتوانم استفاده کنم از این نیرویی که از انصاف میاد به من داده میشه. سوال 16 رو نگر میداریم به عزت شم برای هفته آینده که صحبت میکنه هعره می رخوک. موقعی که یک ندایی میگیریم، ندا نور نیست، ندا گرفتم، یه چیزی رو تقریبا فهمیدم، فقط میخوام این رو در ذهنم. یک دست بسیار زیبایی میگه موقعی که ابراهام اوینو رفت اسحاق رو عقودا بکنه، خداوند از رخوک، از دور، رخوک یعنی دور، نشونشون داد. یعنی چی از دور نشون داد؟ یعنی که هنوز این قدرت گرفتن نداره، هنوز نمیفهمه، هنوز نمیدونه واقعا برنامه چیه. این فکر هنوز یک ندایی بهش رسیده، یک فهمی رو داره، ولی هنوز این فهم به شعور و درک تبدیل نشده. بسیار عالی. خب ضمن قدردانی و تشکر از جناب استاد جوزف ملامد، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. شالوم میگیم خدمت استاد و شما. بلطوف تا هفته آینده. من کنی رسون. شالوم و لیس رو.